روبه جلو برو جون مادرت لیمو چه ریسیم. سلام برو بکس یوتیوب، خوش اومدی بچه اومدی بریم به سراغ یه ویدیو دیگر با ریسن. تیم ملی ایران نوک حملهش داره هر روز پیرتر و پیرتر و ما دیگه به یه جایی میرسه که مهدی طارمی و سردار دیگه نمیتونیم داشته باشیم و از اینجا من تصمیم گرفتم امیر ریسن رو در نوک حمله تیم ملی ایران یا وینگر سمت چپ قرار بدم تا بتونیم تیم ملی ایران رو توی جام جهانی 2026 حداقل از گروهمون صعود بکنیم. لایک و سابسکرایب رو بکنید بریم که ببینیم ریسن چیکار میکنه در تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 مکزیک، کانادا و آمریکا دیگه، درسته؟ بریم که داشته باشیم. خب دوستان، این از گروه بندی که انجام شد برای جام جهانی طبق قرعه‌کشی بچه‌ها. همونطور که می‌بینید ایران، الجزایر، آلمان و اسلوواکیه. می‌خوایم باهاشون بازی بکنیم، هر از هر قاره یک تیم، البته خب از اروپا دو تا سو این گروه. بریم که داشته باشیم گروه های دیگر هم ببینیم، بریم ببینیم که چه جوری است. جام جهانی بچه ها در حال حاضر، اول بریم به سراغ تیم ملی ایران. نوک حمله ریسن قرار میدیم، الان دو مهاجمه، بریم ببینیم که دو مهاجمه چجور بازی میکنن. من چون میخوام بزرگ فکر کنم و میخوام بچه ها آینده ایران رو ببینیم، البته بذار سه مهاجمش کنم و تو این مسابقه میخوام دو هافک بازی کنم. طارمی بره رو، ریسن بیاد وینگر چپ فعلا بچه ها. سمت راست چون میخوام جوونا رو بذارم، میخوام با مهدی لیموچی شروع بکنم بچه ها. ببینیم که چیکار میکنه پسر، جو شجاع کم میکنه. کیو داریم که دیگه ارزش داشته باشه پایین؟ فعلا هیچکی، جواد آقای پور هم داریم، فعلا بذار لیموچی بازی بکنه. البته لیموچی امروز آماده نیستش، امیدوارم آسیب نبینیم. بذار نیمه دوم لیموچی رو میارم، جمع بخش فعلا بازی بکنه اینجا. علی قلی زاده با ترابی اینجا عوض شه و بریم داشته باشیم. پیرومن هم آماده نیست، ابوالفضل جلالی رو امروز میذارم. خب بریم داشته باشیم با این ترکیب تو اولین مسابقه بچه‌ها. بازیکنی که من خودم تو افق دفاعی خیلی دوستش دارم در تیم الجزایر، در تیم ملی الجزیره باز الجزایر الجزیره است بس دیگه. خب کیه بچه‌ها؟ بازیکن خفن و جذاب بن ناصر. بریم داشته باشیم ببینیم اولین بازی جام جهانی سال 2026 رو چیکار می‌کنه تیم ملی ایران. ایران من، ایران من، اولین مسابقه جام جهانی، ریسن در منطقه سرویس. خب سامان قدوس، پاس مهدی ترابی، این ضرب کورنر، ریسن سر تو، اوه خطا، خطا کاملا واضح بود، خود ریسن هم میزنه کاشته رو. بچه اینو بگم، من شماره 17 من میپوشم، بچه عاشق شماره 17 بودم، نمیدونم چرا، حتی نمره 17 میگرفتم، نمره 20 میگرفتم انقدر خوشحال نمیشدم که 17 میگرفتم. ریسن پاشه تو بیستاده، ریسن کنترل ضربه، ریسن این مهدی طارمی برمیگرده این سم به ناصر، به ناصر بازیکنی که ازش میترسید. البته یکی دیگه زد این سم کنترل مهدی طارمی، طارمی این سم، ریسن طارمی ضربه این سم کنترل، ریسن 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 این ضربه، وای بزنه خوب، ای فای روی دروازه میفرستن تو، فقط دور شه بچه‌ها. امین حزباوی پاس پایین، رامین رضایان، رامین به پایین، علیرضا جهانبخش، ترابی کنترل، مهدی رز چون دروازه، اول گل جام و اولین گل جام که نه، اولین گل تیم ملی ایران رو ریسن میزنه. آیا آینده ایران میخواهد تغییری درش درهایش بکند یا خیر؟ نمیدونیم، چون جوانای زیادی به این تیم اضافه شده. مهدی لیموچی اینا رو می‌خوایم اضافه بکنیم که با ریسن اکیپشون تکمیل بشه. مهدی لیموچی البته خب 25 سالشه، اونقدر دیگه سن پایین نیستش. نیمه اول 1-1. سمت راست مهدی لیموچی رو میاریم، علی قلی زاده رو میارم جای سامان قدوس که اصلا بازی نکرده. خب و دیگه اوکی همه چی. امین حزبابی برمیگرده، هیچی کنترل این ضربه علی بیرانوند. نیمه دوم داره خوب بازی میکنه، وای فرصت هست، این ضربه بیرانوند باز هم حسین کنانی زادگان، توپ دور میشه، برمیگرده بچه این ضربه بیرون، طارمی ریسه سر توپ میزنه، ریسه پاس بیرون، مهدی ترابینز، وای ریسه برو نوک اون سمت، مهدی قایدی بیاد سمت چپ، امید نورافکن بیاد یا بزنم امیداد محمدی بیاد سمت راستم،
بریم داشته باشیم، بریم با همینا داشته باشیم ادامه مسابقه رو. توپ دور میشه و تمام، مساوی، اولین مسابقه جام. چرا نبردیم؟ مشکل از کجا بود؟ خب بچه بریم داشته باشیم که ببینیم هم گروهیامون قطعا خب آلمان میزنه و این اتفاق هم افتاده. خب بازی بعدی که داریم بچه ها هفته دوم در مقابل اسلواکی هست. بریم ببینیم که امروز بازیکنایی که آماده داریم کیا هستن. دوستان عزیز، همکنون آهو مهدی لیموچی امروز ثابت قرار میگیره جای ترابی. کیو بذارم؟ نداریم بازیکن. چرا همون ترابی بذار بازی کنه. سردار آزمون رو میخوام بذارم اینجا امروز، اونم 70 اوورالش اینجا. یه خط بیاریمش SS چی میشه؟ 71 میشه. بذارید همین ترکیب بازی کنیم، ترکیب ترسناکی خواهد بود. بریم که داشته باشیم مسابقه رو، همه اوکی هم و احتمال زیاد بازی خیلی خوبی رو داشته باشیم. خدایا کمک کن که از گروهمون صعود کنیم. خب بریم که داشته باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در این مسابقه. یه ورزشگاه زیبا رو انتخاب کردم واسه این مسابقه زیبا و رئیسم و یاران باید بدرخشن. توپ فقط دور میشه، سامان قدوس به پایین، این ضربه از توری میداره برکش، ترابی زد، ببخشید. وای خب دوستان، رئیسم پاشه توپه. رئیسین بای تیرک دومین سم سعید عزتول. وای خدای با ما چرا نیستی تو جام جهانی ها؟ وای 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 ای خدا، باری کلا باری کلا باری کلا. سید عزت اللهی پاس پایین، فرار علی جهان بخش، رئیس رو به جلو علی جهان بخش. سه تا تیرک تا الان زدم، باورم نمیشه. برو بیرون و به نظر من محبی بره اون سمت، سمت جهان بخش. بچه ها تمومه، 0-0. سه تا تیرک زدیم، یه مزخرفتری بازی که تو زندگیم دیدم. دو هیچ آلمان زده الجزایر رو، خب منطقی هم بود. خب بریم که داشته باشیم تیم ملی آلمانه، با همین ترکیب بازی میکنیم. بریم تو، بریم تو که من اصلا شوخی ندارم. بریم آلمان دوستانیم که اینجوری هن بچه ها، تو میدونی چی دارم میگم. بریم با اینا بازی کنیم ببینیم که چجوری هست. خب جام جهانی رو میبینیم اون وسط جامشو. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. یاشوا کیمی، جمال موسیالا. آلمان تیم خوبی رو داره، تیم خوب جوونی رو داره. به نظر من هر اتفاقی میخواد بیفته باید تا قبل اینکه خسته بشیم بیفته. این ضربه به ایران ون بود و سری بوری کلا به ایران ون. چه وای من ساکت نشسته بودم فقط توپو بکشم. باید ببریم بچه ها، نبریم احتمالا الجزایر بزنه اون بر. کنترل، پاس پایین، ابوالفضل جلالی رو دروازه. توپ دور میشه، رامین رضایان، رامین به پایین، مهدی ترابی، این ضرب رامین رضایان، رامین میزنه تو، رامین میزنه تو به پایین، رئیسن عریضا جهانبخش رامین رو دروازه میخواد بفرسته، رامین میفرسته. خب جای جهانبخش لیموچی رو میارم. بریم خواهش به پاس پایین مهدی ترابی دین زربه. وای کنترل هست، فرصت رئیسن و ترشتگه. با دروازه‌بان های خوبی هم دارن این آلمانی ها. سامان قدوس حرکت میکرد، سامان به پایین، مهدی تارمی، پاس لیموچی، تارمی کنترل به بیرون، ترابی به پایین، سامان قدوس بزن دیگه فوی این ضربه. فوی سری رو به جلو، برو جون مادره لیمو چرسه. دومین گل خودشو در جام زد لیموچی، تعویض طلایی. گل نخوردیم اومدیم گل زدیم. سرم گیج میره، دارم پاره میشم از سخت بودن بازی. یس! وای رئیسم چه خوشحاله. وای گفتم رفت تو گل. خب دوم جدال با 5 امتیاز، واسه اونا مساوی کرده بودن، با مساوی هم میرفتیم بالا. حالا چیه نمیدونم. خب بریم داشته باشیم ببینیم که مسابقات به چه شکلی جلو رفته. گروه های دیگه آرژانتین و مکزیک اومدن بالا، انگلیس و برزیل اومدن بالا، ایتالیا و ژاپن، هلند نیومد بالا و
اینجا چه گروه عجیبی داشت. کرواسی اوخچا، کرواسی ضعیف شده تو یورو هم نرفت بالا. پرتغال، نیجریه، کره اول شد، اسپانیا دوم، مصر و سوئیس نرفتن. کولومبیا اینجا اول شد، فرانسه دوم، بلژیک نرفت بالا. دقیقاً مثل دنیای واقعیشون شده. بریم داشته باشیم بازی امور کولومبیا. چه بازی راحتی خورده به ما. سامان قدوس امروز آماده نیست. با همین ترکیب بریم ببینیم که چه تیمی لیموچی امروز بازی می‌کنه. بریم سراغ مسابقه. بریم داشته باشیم کولومبیا ایران. حسم میگه بازی راحتیه، امیدوارم که حسم دروغ نگه به من. جهانبخش، علی جهانبخش، علی جهانبخش، علی جهانبخش، علی جهانبخش اصلا شوت خوبی رو نزد. سعید عزت‌اللهی، پاس پایین، کنترل. چیکار کرد دید با من؟ کولومبیا کجا بیا؟ بده جلو رو، بده پایین رو، ریسن خطو دیگه دوباره. ترابی چقدر خوب کار کرد. تارمی پاس به پایین، اینسان ریسن بزنید دیگه. نیمه اول بچه ها، ترابی بیاد این ور، خب ریسن بیاد تو هافک هجومی و اون سمتم مهدی قائدی بره. بریم بریم، دارم رئیسی رو دور میزنم اونجا ببینم بهترین ترکیب واسه شیه. میفرستن مهدی قائدی، قائدی، رئیسن، پاس بلند روبه جلو، ترابی نرسید. این سم روبه جلو، مهدی قائدی، 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 کنترل، ترابی روبه جلو میفرستن، بفرست رامین پاس بلند روبه جلو، مهدی قائدی، مهدی قائدی، قائدی، کورنر. رئیس رفته بفرسه، رئیس رفته بفرسه، ترابی برمیگرده، ابوالفضل جلالی، ابوالفضل جلالی، رامین ره. محبی پاس پایین، کنترل روبه جلو، مهدی قائدی، خطا، خطا. وای 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 وای، اگه این گل بشه رئیسن، اگه این گل بشه رئیسن. فای فای، خطا دیگه. و اصلا ایران ما تارگتمونی بود که اگر رو صعود کنیم، صعود هم کردیم بچه، ولی اصلا کلن قفله، قفله. مگه میشه اینقدر من بشوتم بخوره در و دیوار؟ نحتاج دیگر ببینیم، ایتالیا رو گوهر زده و تو پنالتی پرتغال اسپانیا رو زده، برزیل هم آرژانتین رو زده، اوه چه بازی تو وقت اضافه. ژاپن هم چیز رو زده، ژاپن هم رفته بالا، کره هم رفته بالا، فرانسه، آلمان رو زد و انگلیس هم مکزیکو. الان پرتغال، ایتالیا داریم، کولومبیا، برزیل، اوه بازی بعدیمون برزیل بود، انگلیس، فرانسه رو داریم و کره ژاپن. کره ژاپن چه انقلابی دارن میکنن تو فوتبال. بریم ببینیم که کی قهرمان شد و چی به چی شده. بازیه که بازی پرتغال و تیم ملی کولومبیا، برزیل و کولومبیا برد. بچه ها باورتون میشه کولومبیا که ما رو حذف کرد، برزیل هم حذف کرد، بس منطقی میتونست باشه. بعد بازی ایتالیا پرتغال و پرتغال برد اومد بالا و بعدش پرتغال با کولومبیا بازی کرده که پرتغال اومده فینال. از اون سمت هم که ژاپن کره رو برد و فرانسه انگلیس رو برد و بعد فرانسه ژاپن رو برد و اومد فینال با تیم ملی پرتغال و اونجا بود که ما شاهد قهرمانی تیم ملی فرانسه بودیم در جام جهانی 2026. این پیشبینی منه دیگه از اون جام جهانی. ببینیم که چه اتفاقی میفته و پرتغال که به فینال رسید و بازی رده‌بندی هم ببینیم که کولومبیایی که خیلی خوب بازی کرد سوم هم شد و ژاپن رو برد، ژاپن چهارم شد. تو گل چی؟ تو گل ریتسو دوان پنگوله است، کلیان امباپه پنگوله، لوتارو مارتینز پنگوله و دیگه چهار گله داریم و رئیسن هم از تیم ایران دو گله داشتیم. پاس گل چی؟ شوامنی سه پاس گل به تمپاسول بوده که از تیم ما هم کلا فکر کنم ترابی و لیموچی پاس گل دادن. چه سحر و جادویی واسه تیم ملی ایران توی فوتبال نوشتن. هر کاری میکنم به یه در بسته یه جایی میخورم. دمتون گرم که تماشا کردید. ایده چیزی داشتید بگید. رئیسانه کجا ببرم ولش بدم؟ بگید حتما داخل کامنت ها و تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.